با نام خداونده یکتا و با عرض سلام، شما بیننده هر ساعت خبر از یک هستین. در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان، 5 مخالف مصالح دولت به شمول مولوی ظاهر، یک تن از فرماندهان مشهور طالبان کشته شدند. شیرین آقا، سخنگوی لوای 201 سیلاب، میگوید این عملیات از 3 روز بدین سو در مربوطات ولسوالی کامدیش راه اندازی شده و تا پاکسازی این مناطق از وجود مخالفان مصالح دولت ادامه خواهد داشت. در این حال قاری عبدالقیوم، سناتور مردم نورستان، در مجلس سنا ادعا می کند که در این عملیات ها 300 خانواده از این مناطق بیجا شدند و نیاز به همکاری دارند. او از حکومت می خواهد تا کمک های اولیه را به این مناطق بفرستد. کشتی حامل 60 پناهنده افغان دیشب بدون سرنشین به سواحل شرقی این کشور در جزیره سمباوایی رسید. پلیس اندونزی دیروز اعلام کرد که با وجود تلاش ها آنها نتوانستند کشتی یاد شده را ردیابی کنند. این دومین کشتی حامل پناهندگان افغان است که در یک هفته گذشته در آبهای اندونزیا دچار سانحه می شود. بر اساس گزارش، طی 6 ماه گذشته دست کم 300 پناهجوی افغان که از طریق آبهای اندونزیا تلاش می کنند خود را به استرالیا برسانند، در این مسیر غرق شده و یا توسط پلیس اندونزیا بازداشت و دوباره به کشور برگردانده می شوند. یک هواپیمای بدون سرنشین نیروهای خارجی در مربوطات ولایت غزنی سقوط کرده است. مقام‌های امنیتی این ولایت می‌گویند این هواپیما شب گذشته در منطقه غیب قلندر و در محل غیر مسکونی سقوط کرده و به کس آسیب نرسیده است. اما نیروهای ISAF تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. یک فرمانده پیشین مخالفان مصالح دولت که بروند صلح دولت پیوسته بود، از سوی افراد مصالح ناشناس در ولایت هرات به قتل رسید. به گفته رئیس کمیته شورای عالی صلح ولایت هرات، وی از ولسوالی شیندند این ولایت به سوی خانه‌اش در حرکت بود که در منطقه جنگل این ولسوالی آماج قرار گرفته است. اما اعضای خانواده این فرمانده پیشین طالبان میگویند که وی به دلیل خصومت‌های شخصی کشته شد. شورای عالی صلح با هیئت حزب اسلامی بر رهبری حکمتیار گفتگو می کند. شورای عالی صلح می گوید که نخستین گفتگوی رسمی هیئت از مخالفان مصالح دولت با نمایندگان این شورا در کابل برگزار می شود. هرچند گزارش های وجود دارد که یک هیئت 5 نفری حزب اسلامی به هدف گفتگو با دولت افغانستان وارد کابل شده است، اما شورای عالی صلح این موضوع را تایید و یا رد نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه ای را تصویب کرده که در صورت تایید نهایی، ناظران این شورا جهت نظارت از روند برقراری آتش بس به سوریه می روند. پیشنویس این قطعنامه در نشست دیروز شورای امنیت با وجود مخالفت سوریه به تصویب رسید. همزمان فعالان حقوق بشر در سوریه می گویند با وجود اعلام آتش بس توسط حکومت بشار اسد، دست کم 6 تن در تیراندازی نیروهای دولتی در شهر ادلیب این کشور کشته شدند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خداوند حافظ و نگهدارتان.